شورای هماهنگی راه سبز امید با انتشار بیانیه‌ای از حرکت‌های اعتراضی مسالمت آمیز و خودجوش دانشجویان حمایت و از همه دانشگاهیان خواسته است تا در این حرکت‌های مسالمت آمیز شرکت کنند. این بیانیه در حالی منتشر می‌شود که تعدادی از دانشجویان دانشگاه‌های تهران و شهرستان‌ها اعلام کردند که قصد دارند در روز 25 اردیبهشت‌ماه دست به تجمعات اعتراضی بزنند. در ارتباط با وضعیت جنبش دانشجویی در ایران گفتگوی را انجام دادیم با علی اکبر موسوی خوینی، یکی از نمایندگان جنبش دانشجویی در مجلس ششم، که با هم میشنویم. آقای موسوی خوینی، بعد از 16 آذر 88 از حرکت‌های اعتراضی دانشجوها به جز موارد استثنایی دیگه خبری منتشر نشده. بعقیده شما دلیل این موضوع چی میتونه باشه؟ اول من فکر میکنم بایستی انتظاراتمون رو از دانشجویان و دانشگاه واقعی بکنیم. دانشجوها مثل زمانهای قدیم که احزاب در کشور وجود نداشتن، از احزاب که به دنبال تغییرات و اصلاحات و اینها بودن، بنا ندارن که مسئولیت‌های کلی تغییرات دموکراتیک در ایران رو به عهده بگیرن و رهبری کنن اون رو، بلکه اونا طی همین سالیان گذشته و ماهای گذشته هم همین رو نشون دادن. سعی دارن که حامی استراتژیک و مهم جنبش دموکراسی خواهی در ایران باشن، حالا الان که جنبش سبز هم در ذیل اون تعریف میشه، و عمدتاً به عنوان دیدبان جامعه مدنی عمل بکنن. بنابراین بایستی در درجه اول انتظاراتمون از اون واقعی بکنیم، و اگر تو این راستا بخوایم ببینیم، معمولاً حرکت‌های دانشجویی در دو مقطع بیشتر اوج داشته، یکی 16 آذر، یکی 18 تیر، و در فاصله اونها هم بنا به مورد و مواردی که اتفاق می‌افتاده از خودشون واکنش نشون می‌دن، یا حول سری مطالباتی که در دانشگاه داری و جاری بوده فعالیتشون رو شکل می‌دادن، مثل همین بحث آزادی‌های آکادمیک، اعتراض به زندانی‌های دانشجو، مسائل صنفی، مسائلی که مربوط به اخراج دانشجو اساتید میشه یا ممانعت از تحصیل اونها میشه، که عمدتاً واکنش نشون دادن و نمونه‌هاشو ما در طی همین چند ماه گذشته هم داشتیم. شما فکر میکنین فراخوان برگزاری تجمعات اعتراضی که از سوی فعالان دانشجوی دانشگاه مختلف برای 25 اردیبهشت اعلام شده، چه نتایجی رو میتونه برای جنبش دانشجوی ایران در پی داشته باشه؟ من فکر میکنم این فراخوان و این اعلام حمایت ها که از سراسر کشور دانشگاه های مختلف، صداهایی که در واقع به گوش میرسه، تقویت کننده درخواست و اعلامی است که جمعی از دانشجوها این رو ارائه دادن، به این که یه سری از دوستان دانشجوشون همچنان در زندان به سر میبرن، اخبار خوبی از اونها به گوش نمیرسه، اخراج اساتید، ستاره دار شدن خیلی از دانشجوها و ایجاد فضای بسته امنیتی توی فضای دانشگاه‌ها، اینها دلایلی بوده که این فراخوان رو دادن. من فکر می‌کنم این حمایت‌ها قطعاً عزم دانشجوها رو و هماهنگی بین اونها رو افزایش خواهد داد، و من فکر می‌کنم در این حد خیلی کمک‌کننده خواهد بود، و البته نشون هم خواهد داد به افرادی مثل آقای احمدی مقدم که این جنبش اعتراضی در کشور یا جنبش سبز از بین نرفته و زنده هست و دانشجوها همچنان حامیش هستند. با توجه به مجموعه تحولات جنبش دانشجویی بعد از انتخابات، شما به طور کلی چه آینده‌ای رو برای جنبش دانشجویی ایران پیش بینی می‌کنید؟ من فکر می‌کنم در راستای اون مسئولیت و مأموریتی که دانشجوها عمدتاً توی سال‌های اخیر برای خودشون تعریف کردن، که عمدتاً جنبه حمایتگری داره و نه رهبری این تغییرات دموکراتیکی که مردم می‌خوان، فکر می‌کنم جنبش دانشجویی همچنان وفادار خواهد موند به آرمانایی که خودش رو اونها پا فشرده، مثل کمک به فرایند دموکراتیزاسیون در کشور و مسئله حقوق بشر، که این روزها جنبش سبز به نوعی تونسته صدای بلند و رسای این آرمان در واقع باشه. همچنان از رهبران زندانی این جنبش مثل آقای موسوی کروبی، خانم رهنورد و خانم کروبی به نظر من حمایت میکنه و خواهد کرد، و این پشتیبانی خودش رو از این جنبش اعلام خواهد داشت، و این پاینده به نظر من روشنی هست. و بازم تاکید میکنم در حالی که احزاب
سیاسی در کشور به حال وجود داشتن، درسته با محدودیت‌های وجود به اصطلاح مواجه هستن، انتظار این که دانشجوها بخوان نقش اصلی و مهم در واقع در خط مقدم به عهده داشته باشن، این انتظار به نظر واقعی از دانشگاه‌های سالیان اخیر نیست و فکر نمی‌کنم جامعه هم چنین انتظاری داشته باشه. اما مهمتر از همه اینها، جنبش دانشجویی من فکر می‌کنم در افق دوردست خودش هیچ وقت عزیزان و همکلاسی‌های خودشون رو، دانشجویانی که بر سر این آرمان به زندان افتادن، اینا رو فراموش نمی‌کنه و فکر می‌کنم این فراخوان هم خیلی کمک کننده خواهد بود برای اینکه صدای اینها مطرح بشه، مثل آقای مجید توکلی، ضیا نبوی، مهدی گلرو، بهاره هدایت، میلاد اسدی، علی ملیحی، حسن اسدی زیدابادی و خانم شبنم مدرزاده و خیلی از دانشجوها و تشکل‌هایی که مثل دفتر تحکیم و ادوار تحکیم وحدت افرادشون در زندان هستن. من فکر می‌کنم هیچ وقت اینها رو، خواسته‌ها و آرمان‌های اونها رو که به خاطر اونها به زندان افتادن، فراموش نمی‌کنن و همچنان به این جنبش وفادار خواهند موند. و البته خب معمولاً در ایونت‌های مهمی مثل همین 16/18 تیر عمدتاً فعالیت دانشجوها بیشتر بروز میکنه، ولی در سایر اوقات هم بنا به مورد مسئولیت‌هاشون رو در راستای اون مطالباتی که تعریف کردن، همینطور در ارتباط با اعتراض به این که فضای آکادمیک دانشگاه و آزادی‌های آکادمیک دانشگاه محدود شده، اساتید دارن اخراج میشن، اینها رو به نظر من ادامه خواهد داد. متشکرم از وقتی که در اختیار ما گذاشتید.